توتنهام واقع در حومه لندن در شوک ناشی از آشوب و هرج و مرج شنبه شب به سر میبرد. آتش زدن اتوبوس و خودروهای پلیس، تخریب اموال عمومی و غارت فروشگاه‌ها در شمال لندن پاسی از شب گذشته و به دنبال تجمع و اعتراضی آرام نسبت به کشته شدن یک جوان به دست پلیس رخ داد. برخی مقامات مسئول محلی نسبت به این شورش واکنش تند نشان داده و خواستار ریشه یابی آن شدند. دیوید لامی نماینده توتنهام میگوید اکثریت عظیمی از مردم توتنهام آنچه دیشب اتفاق افتاد را غیر قابل قبول میدانند. یک عده افراد بیفکر و غیر مسئول، اداره پست، سالن‌های فیتنس، آژانس‌های خبری و فروشگاه‌های تلفن را در هم شکستند. بسیاری از آنها از توتنهام نیستند و از اطراف اینجا با قصد خشونت آمده بودند. تجمع اعتراضی شنبه شب در شمال لندن پس از آن شکل گرفت که در روز پنجشنبه مارک دوگان، جوان 29 ساله که در داخل یک تاکسی بود، بر اثر تیراندازی پلیس کشته شد. پلیس میگوید که وی حامل سلاح بوده و ابتدا قصد تیراندازی داشته، اما این ادعا هنوز مورد رسیدگی دادگاه قرار نگرفته است. گروهایی از مردم لندن نسبت به تأخیر در رسیدگی به این حادثه اعتراض کردند. پلیس اسکاتلند یارد میگوید در جریان آشوب توتنهام 29 افسر مجروح و 42 تن بازداشت شدند.